سلام بینندگان گرامی، برنامه خبری امروز است. در استودیو با شما شهرت رحمت الله و شروع میکنیم از سرخط خبرهای روز. خودش بد و پولش خوب. حکومت تاجیکستان بعد از بهتان و اتهامات علیه ایران از مقامات این کشور کمک خواستند. تهران برای روشن کردن نقب انزاب 4 میلیون دلار جدا میکند. در جایش حل کن یا پروتکل میکنم. کارمندانی بازرسی افتومبیلی با رادارهای ویرانه در راههای کشور با پول روبی مشغولند. چرا رانندگانی تاجیک از پارگیری ناظرانی راه اعتراض نمیکنند؟ تغییریابی اقلیم طبق معلومات بانک جهانی آسیای مرکزی را خشکی تهدید میکند. ایران برای روشن کردن نقب استقلال 4 میلیون دلار کمک پولی به بازگشت جدا میکند. توافق در این باره 15 ایون میانی مقامات تاجیکستان و ایران ضمن سفر اخیر حسن روحانی به دوشنبه صورت گرفته است. جانمی ها به نتیجه رسیدن که برای روشن کردن نقب 8 میلیون ضرور است که 50% آن را ایران و نصف دیگرش را تاجیکستان به عهده گرفتند. این مبلغ غیر از سیستم روشنایی نقب همچنین برای بکار انداختن سیستم هواکشی، آتش نشانی و سیستم نظارتی و امنیتی و اداره نقب مصرف میگردد. قبلا ایران با خرج بیشتر از 60 میلیون دلار سال 2006 نقب استقلال را در طول 3 سال ساخته به استفاده داده بود. تا سال 2011 نقب مذکور یک راهی برای نقلیات تاریک و خطرناک و ناهموار بود. داخل نقب آب میریخت و زمینش منفرش نشده بود. هرچند سال 2011 آن را هموار و آبش را خوش کردند، ولی به گفته رانندگان داخل آن تاریک است و نارسایی هوا احساس می شود. به نظر کارشناسان توافق دوشنبه و تهران در مسئله تجدید استقلال نشانه گرم شدن مناسبت دو کشور است. سال 2013 رهبریت تاجیکستان در پی قضیه صاحبکار ایرانی بابک زنجانی لحن خود را یک و یک بار شدید کرد. حکومت اتهامات مقامات ایران را درباره سرمایه گذاری کردن زنجانی به اقتصادیات تاجیکستان را رد کرده مناسبتش را با ایران سرد کرد. بعدن سال 2015 بعد اشتراک محی‌الدین کبیری در یک کنفرانس اسلامی در تهران، رهبریت تاجیکستان ایران را در کشتار زیاییان تاجیک در سالهای 90 عیبدار کرده این کشور را در ترغیب مذهب شیعه متهم کرده بود. اکنون با گذشت اندک وقت رهبریت تاجیکستان باز به کمک پرسی از ایران پرداختند که باعث خندخریش استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدیوی معاشرت یک راننده را با کارمندی بازرسی دولتی افتومبیلی بررسی دارند. در آن راننده از نشان دادی رادار ناظر راه ناراضیگی کرده میگوید که 60 کیلومتر ساعت حرکت میکرد. ناظر باشد ابراز می‌دارد که راننده با سرعت 97 کیلومتر ساعت حرکت کرده است. با وجود این ناظر راه از راننده حجت ها را گرفته به سوی ماشین خود می رود. سامانه اخبار که این ویدیو را جای کرده است می نویسد که آن در موضع هوشیاری راه دوشنبه خوجند نوارگیری شده است. به گفتی رانندگان این راه برای کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی جایی به قول روغنی حسابیده می شود. هرچند موافق معیارهای قبول شده در کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی حق کار در راه دوشنبه خوجند را ندارند، ولی با استثناء یک چند ماهی پس از کشاده شوی این جاده در سال 2010 تا کنون آنجا ناظران راه دیده می شود. در ادامه این حادثه سامانه اخبار می نویسد که کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی راننده را تهدید کرده است که اگر در جای حادثه مسئله را حل نکند نسبت او پروتکل ترتیب می دهد و با 200 یا 300 سومانی جریمه خلاص نمی خورد. باید گفت که اکثر رانندگان تاجیکستان بنابر ندانستن حقوقهایشان بزودی به معامله با ناظران راه می پردازند. این است که کار در بخش بازرسی دولتی افتومبیلی در وزارت امور داخله معمولا از همه سر درآمد به حساب می رود. با وجود این کم حالت های به قید گرفته شده است که اگنتی زیدی فزهاد ناظران راه را با جرم پارگیری بازداشت کرده باشند.
موافق معلومات بانک جهانی، آسیای مرکزی یکی از منطقه های آسیب پذیر به تاثیر تغییریابی اقلیم در منطقه اوروپا و آسیا می باشد. امروز ها علاقه افزایش حرارت، آبشوی پیریخ ها، کاهش دادن ذخیره های آب و آفت های طبیعی از قبیل خشکسالی و آبخیزی اکثرا روی می دهند. همزمان این باعث خرابی های اقتصادی به کشورهای آسیای مرکزی می گردد. بنابر حساب های بانک جهانی، ضرر اقتصادیات تاجیکستان، ترکمنستان و قرغیزستان که از آفات های طبیعی ضرر دیده اند، از 0.4% تا 1.3% مجموعه محصولات داخلی هر ساله آنها را تشکیل می دهد. سبب اساسی آسیب پذیری این منطقه به تغییریابی اقلیم آن است که اقتصادیات منطقه اساساً از ذخیره های طبیعی وابسته است. مثلا از 30 تا 60% اهالی آسیای مرکزی از حساب کشاورزی روز میبرند. انتظار میرود که در بعض قسمت های تاجیکستان حاصل ناکی تا 30% کاهش یابد و در قزاقستان 66% زمین ها خشک شوند. طبق پیشگویی ها حاصل غلدانگی تا سال 2030 37% و تا سال 2050 48% کاهش یابد. طبق این تحقیقات در دوام عصر احتمالا نیم قرغیزستان و حدود بزرگ ترکمنستان و ازبکستان را خشکی و بیابان شوی تهدید میکند. مشکل بزرگ منطقه کاهش یافتن ذخیره های آبی نیز می باشد که از آن استحصال 90% نیروی برق تاجیکستان و قرغیزستان وابسته است. تا سال 2050 آب سیردریا می تواند تا 2% و آب عمودریا از 10 تا 15% کاهش یابد که این نارسایی آب در منطقه را زیاد می کند. بینندگان گرامی، اینجا برنامه امروزه ما به پایان می رسد. تا برنامه دیگر می توانید مطلب و پیشنهادهای خود را طریق پوچت الکترونی، واتساپ، وایبر و ایمو با ما ارسال کنید. رقم برای تماس 48519-767-404. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.